بدمان راه اندازی حملات سوی گروه طالبان در ولایت جنوبی قندهار، نیروهای امنیتی افغان برای روز دوم درگیری جنگ مسلحانه با آنها می باشند. گفته می شود گروه طالبان با استفاده از سلاح‌های سنگین بر دفاتر و ساختمان‌های حکومتی به روز شنبه حمله‌آور شدند. حدود 3 تن تا اکنون در جریان این درگیری‌های مسلحانه کشته شده است و 45 تن دیگر زخمی گردیدند که در میان آنها 24 تن از منصوبین پلیس قوای افغان شامل می باشد. زمره بشری سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان درگیر جنگ با شورشیانند که در یکی از هتل‌های شهر گیر ماندند. وی در مورد گفت: میحال نیروهای امنیتی ما داخل هتل هستند، تصفیه را آغاز کردند، صدای فیر هنوز هم شنیده میشه. به این معناست که تهدید وجود دارد. گروه طالبان مسئولیت این عملات را به دوش گرفتند و میگویند که تعداد مهاجمین انتحاری گروه طالبان وارد قندهار شدند تا این عملات را راه اندازی کنند. صدای انفجارات سلاح‌های سنگین تا هنوز هم در منطقه به گوش می‌رسید. قوای امنیتی افغان با کمک نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو در برابر این عملات شورشیان و با قمانده مقاومت اندک آنها ساحه را از هجوم دشمن پاکسازی می‌کند. درگیری اندک بعد از ظهر روز شنبه زمان آغاز شد که گروه طالبان بر دفاتر حکومتی در این ولایت حمله نمودند و مدت 7 ساعت طول کشید. زد و خورد در نیمه شب بعد از آن که نیروهای افغان ساختمان‌های حکومتی را در اداره خیش درآوردند متوقف کردند، ولی بعد از اجرای عملیات خسروی در روز یکشنبه درگیری دوباره آغاز گرفت. آقای بشری در مورد تلفات طالبان چنین گفت: 23 تن از مهاجمین از بین رفتند و 4 تن از مهاجمین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس معلومات این مهاجمینی که بازداشت شدند کسایی هستند که از زندان فرار کرده بودند. ولایت جنوبی قندهار زادگاه اصلی گروه طالبان محسوب می شود که در محراق عملیات‌های نظامی در جریان سال گذشته قرار داشت. مقامات نظامی ایالات متحده و ناتو مستقر در افغانستان میگویند آنها به دستاوردهای امنیتی نائل شدند، ولی این موفقیت‌ها تا هنوز به طور درست عملی نگردیده است. خشونت‌ها در سرتاسر افغانستان در جریان سال گذشته با تلفات از سوی هندو جنا در بدترین سطح خیش قرار داشت. این خشونت‌ها در حال صورت می‌گیرد که گروه طالبان هشدار و تهدید عملیات بیشتر را در جریان فصل بهار دادند. حمید راحمیدی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.